نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. آن صبح نخستین بهاری که به شادی می آورد از چلچل پیغام شمایید. آن دشت تراوت زده، آن جنگل هوشیار، آن گنبد گردنده آرام شمایید. خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید. عشق از نفس گرم شما تازه کند جان. افسانه بهرام و گلندام شمایید. هم آینه مهر و هم آتشکده عشق، هم صاعقه خشم به هنگام شمایید. امروز اگر میچمد ابلیس غمی نیست، در فن کمین حوصله دام شمایید. گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان گام شمایید. ایام به دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. ایام به دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید. در میان تمام جشن‌های به جا مانده از ایران باستان که تک به تک ارزشمندند، هیچ کدام به مانند نوروز نیست. نوروز که فقط نامش به تنهایی گویای عمق تفسیرش است، لحظه عبور خط استوا از مرکز خورشید است. با رقص و پایکوبی دور آتش و سنت زیبای قاشق زنی همراه با چهارشنبه سوری به پیشوازش می رویم و با قدردانی از طبیعت با سیزده بدر و گره کردن امید و آرزوهایمان به سبز لحظه قد کشیده بدرقه‌اش می‌کنی. این لحظه باشکوه هر سال در اولین روز فروردین، در اولین روز بهار، فصل نو شدن و زایش دوباره زمین جشن گرفته میشه، بین 19 تا 21 ماه مارس از سال میلادی. و برای همین 21 مارس رو روز بین المللی نوروز نامگذاری کردن. در همه کتب تاریخی از جمله شاهنامه فردوسی بزرگ، در کنار نوروز نام جمشید آمده است. همه این روز رو به زمان پادشاهی اون نسبت میدن و جمشید رو پایه‌گذار جشن نوروز میدونن. فردوسی بزرگ میگه چو خورشید تابان میانه هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، براسوده از رنج روی زمین. بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. در گاه شمار ایرانی که به همت حکیم عمر خیام بنا شده و دقیق ترین گاه شمار موجود به شمار میاد، روز اول بهار به عنوان نوروز تعیین شده. اما نوروز در کشورهای زیادی جشن گرفته میشه. کشورهای اطراف دریای سیاه، آسیای مرکزی و خاورمیانه از جمله آذربایجان، آلبانی، جمهوری مقدونیه، یوگسلاوی، هند، قزاقستان، تاجیکستان، ترکیه و ترکمنستان از مناطقی هستند که هر کدوم به شیوه و آداب و رسوم خاص خودشون نوروز رو جشن میگیرن. همه ساله بخت تو پیروز باد، همه روزگار تو نوروز باد. با خون تکونی و تکوندن کدورت ها از دلامون نو نوار می کنیم و رخت و لباس نو برتن می کنیم، برای اینکه روز و روزگارمون نو بشه. و اون بدو بدو های آخر سال و تو بازار چرخیدنا که یه ترمه با طرح جدیدی برای هفت‌سین، این نماد تغییر ناپذیر نوروز پیدا کنیم. و هفت‌سینی که هر سینش نکتهی پرتول و تفسیری توی دلش داره. کله سیر و سرکه پیر و سبزه قد کشیده، سنبل پرغنچه که تا سیزده به در دوون بیار و هفت سین میون این عید دیدنی ها همچنان خود نمایی کنه. سیب سرخ سوا کرده و سمنوی یخی که تو ظرف مسی هم درست شده باشه، آینه و شمدون و اما کتاب حافظ
که بین ورقهای پر رمز و امیدش عیدی اهل خونه جا گذاشته شده. خوشه گندم و سنجد آردی، تخم مرغ‌های رنگی رنگی و ماهی گلی، سماق قرمز تبریز و اما کاسه آب یادمون نره برای دل روشنی با اون شکوفه‌های نارنج شناور روش. اما این همه تدارک برای چی؟ چون مهموندار بهاریم و باید سنگ تموم بذاریم که این زمستونم به سر بشه، روز و روزگارمون نو بشه، دلامون وا بشه، دیدارامون تازه بشه. نوروزتون پر دوام، الهی که حال و احوالتون خوش باشه و حضرت دوست بسازه براتون هر اون چه از دل پاکتون میگذره. در این بهار دلانگیز مزرع سینه تان از سبزه محبت سبز و خرم باد. یادت همه روز خوشتر از عید که این منشأ شادی جهان است. امید است نظر مهر ربوبیت در دلتان بر دوام، بر بساط عافیت آرام، کارهایتان بر نظام، دلتان دور از دلتنگی و غم، دولتتان تمام و روز و نوروزتان فرخنده در ایام.